بینندگان عزیز برنامه حزب و فعالین، سلام ها و درود های من و سایر همکارانم را در این برنامه پذیرا باشید. خرسندم از اینکه بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. عزیزان، در برنامه این هفته گفتگوی خواهیم داشت با رفیق خسرو بکانی از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در خصوص برخی از آخرین تحولات جنبش کارگری در ایران. رفیق خسرو، از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در استودیوی تلویزیون کامل جهت این گفتگو حضور پیدا کردید، از شما سپاسگزاریم. متشکرم رفیق شهیدی. منم عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی بینندگان تلویزیون کامل و به ویژه بینندگان برنامه حزب فعالین، در خدمت شما هستم. بفرمایید. همونطور که مطلع هستید، در دو سه ماه اخیر علیرغم تشدید سرکوب‌ها و گسترش حتی دامنه سرکوب‌ها در جامعه و خصوصا ادامه بگیر و ببندهایی که در خصوص فعالین کارگری، حتی کسانی که در بند هستند، تشدید وضعیتشون، رشد نسبی در اعتراضات و مبارزات کارگری در ایران داشتیم و در اشکال مختلف این مبارزات رو شاهد بودیم. لطف کنیم بگین که این اعتراضات عمدتا در چه مراکزی انجام گرفته و مطالبات محوری کارگران در این مبارزات از چه قرار بوده و بیشترین و مهمترین خواستایی که مطرح شده از چه قبیل بوده؟ از شما طی دو سه ماه اخیر مطالبات و خواستای مبارزاتی طبقه کارگر واقعا به حدی متنوع وسیع بوده و وسیع بوده که ما روزانه حداقل شاهد وقوع دو سه حرکت اعتراضی و تجمع کارگری اعتصاب یا تحصن و راهپیمایی در سرتاسر کشور بودیم. در نتیجه واقعا اشاره کردم به تمامی این موارد. مشکل متامن جهت اعتراض بینندگان گرامی چند موردی رو انتخاب کردم که اینا میتونن طی این دور اخیر جزو نقاط عطف مبارزات کارگری در ایران باشن که خدمت شما عرض میکنم. یه اعتراض به اصطلاح چشمگیری که طی این مدت اخیر اتفاق افتاد، اعتراض کارگران فولاد زاکروس کردستان بود که به شکل بسیار وسیع و گسترده ای طی ماهای متوالی و چند بار تحصن و جمع شدن مقابل مجلس شورای اسلامی رژیم در تهران انجام گرفت که در تیر ماه سال جاری کارفرمای این شرکت با اخراج تعداد زیادی از این کارگرها باعث شد که کارگرها نسبت به حقوق طبیعی خودشون عکس العمل نشون بدن و بارها به اداره کار شهرستان قربه همچنین سرانداز اینا مراجعه کردن ولی دستاوردی نداشتن. هیئت اختلاف شهرستان قربه رأی به بازگشت به کار کارگران داد ولی کارفرما کماکان گوشش بدهکار نبود و به این خواست حتی هیئت های تشخیص و حل اختلاف هم مقینه نهاد. کارگران مجبور شدن در ادامه اعتراضاتشون تاریخ 5 آبان ماه اعتراضشون رو به دم در مجلس شورای اسلامی ببرن و به محض اینکه اعتراضشون رو اونجا برپا کردن، تجمعشون رو برپا کردن، بلافاصله نماینده رژیم در قربه و پای و اینا مراجعه کرد بهشون و قول مصاحب داد که خواستاشون رو برآورده خواهند کرد ولی با بی‌اعتنایی کامل و 100% کارگران مواجه شد. کارگران گفتن مادامی که به اصطلاح بخواستمون عمل نشه و کارفرما همین جا کتبا تعهد نکنه که کارگرای اخراجی به سر کارشون برگردن، ما تحصیمون رو ادامه خواهیم داد و نهایتا بعد زور همون روز که جواب مشخصی داده نشد، کارگرها شعارهای بسیار رادیکال رو سر دادن و اطرافیان و رهگذران و اهالی مجلس رو متوجه اعتراض خودشون کردن. شعارهای نظیر توپ و تانک و فشفشه، مجلس کارگر کشه و یا مجلس بی اقتدار نوکر سرمایه دار و شعارهایی که کم کم داشت وسیع تر می شد و مقامات رو به ترس و واهمه واداشت. در نتیجه مولا بیگی کارفرمای شرکت به تهران خواسته شد و مجبور شد که کتباً تعهد بده که کارگره رو به سر کاراشون باز می گردونه و ضمن اینکه حقوق و دستمزدهای چند ماه اخیرشون رو هم پرداخت خواهد کرد. این حرکت در این حرکت کارگرها به خواست اضافی هم رسیدن و یه خواستی خارج از محدوده حقوق تضییع شده شون، اونم این بود که
تحمیل کردن به کارفرما که وسیله عیاب و ذهاب و واسه شون تأمین کنه، چون بر اساس قانون کار خود رژیم کارگرایی که تو کارخانجات و مراکزی کار میکنن که دور از محل زندگیشونه، این کارفرما موظف هستش که وسیله عیاب و ذهاب اینا رو تأمین کنه. یه اعتراض به اصطلاح چشمگیر دیگه که تو این مدت اتفاق افتاد، اگه اسمش رو اشتباه نکنم، اعتراض کارگران پتروشیمی بسباران و خوارزمی بود در بندر خمینی، که روز دهم آذر ماه کارگران پتروشیمی خوارزمی در اعتراض به اصطلاح حدود 1500 کارگر در اعتراض به دستمزدهاشون و اینکه بارها به مقامات دولتی مراجعه کرده بودند تو مرکز، تو شهر، تو خود همین بندر و تو اصفهان و اینا، تو شهرهای دیگه، منتها پاسخی به اونا داده نشده بود. قرار بود نهایتاً بر اساس آخرین مراجعهشون قرار بود که 32% حقوقاشون، دستمزدهاشون رو افزایش بدن، که اینو کماکان مسکوت گذاشتن و بهش پاسخ ندادن. در نتیجه روز دهم آذر ماه کارگران پتروشیمی خوارزمی احسابشون رو شروع کردن در محل ساختمان همین کارخونه، دم در ساختمان همین کارخونه، که خوشبختانه فردای همون روز کارگران پتروشیمی بسباران، اونام که تو همین مجتمع دارن کار میکنن، مجتمع بندر خمینی، اونا به این اعتصاب پیوستن و نهایتاً روز 29 مهر ماه کارفرمای این شرکت ها و مجتمع پاسخگو شد و قول داد که 100% این 32% قول به اصطلاح افزایش دستمزدها را عملی خواهد کرد و دستمزدهاشون را افزایش خواهد داد. منتها کارگرا به خواسته ها و مطالبات دیگه ای هم داشتن، نظری این که حق نوبتکاری هماهنگ طبق درصدی که با کارکنان رسمی و فصلی داده میشه به این کارگران قراردادی هم باید داده بشه. بعد یه سری خواسته های محدود دیگه ای هم بودش که نهایتاً کارگرا به خواستهاشون به اصطلاح رسیدن و مدیر عامل خود پتروشیمی بندر خمینی مجبور شد که تعهد کتبی بده و کارگران به محل کارهای خودشون برگشتن. یه مورد اعتراضی چشمگیری دیگه اعتصاب کارگران نیبر، هفت‌تپه و کارون بودش که روز یکشنبه گذشته اینا برای واسه دومین روز متوالی اعتصابشون شروع کردن در مقابل ساختمان اداری کارخانه. خواسته های این کارگرها این بودش که مثلا طرح طبقه بندی مشاغل باید اجرا بشه، بعد حقوق آبان ماه و آذر ماهشون باید پرداخت بشه و مدیرانی که نالایقند و دست پرورده و ناکارآمدن باید از کارخونه اخراج بشن، همچنین انحلال شورای اسلامی کار که تعدادشون از عوامل و مزدوران خود رژیم هستند. اینا خواستای کارگران هفت‌تپه بود که علارغم اینکه مدیر شرکت به بین میان کارگرا رفت و قول مساعد بهشون داد، ولی کماکان مثل بقیه اعتراضات کارگرا به اصطلاح قانع نشدن با قول و تعهد مدیر پروژه، در این ادامه دادن تا اینکه دهم آذر ماه شو تجمع به اصطلاح 2000 نفره کارگران فصلی نیبر کشت و صنعت کارون شوشترن به اینا پیوست و اینا عموما یه خواستایی دارن که ضمن اینکه خواستای شامل به اصطلاح امنیت محیط کار، شامل افزایش دستمزدشون، مثلا به عنوان نمونه همین کارگران نیبر واقعا در شرایطی بسیار عقب مانده و افتاده و با ابزاری که حالا دیگه اقتصاد جهانی به موافق ابزار رسیده، به ابزار تولید بسیار پیشرفته رسیده، ولی اینا کماکان ساتور و غمه و ابزاری دارن واسه نیبوری استفاده میکنن که هم به اصطلاح خطرات جهانی واسه خودشون داره و هم راندمان تولید رو داره پایین میاره و از این ناحیه هم طبقه کارگرانی که اونجا به این شغل مشغول هستن دچار به اصطلاح افت دستمزد و دچار محرومیت میشن. این کارگرا به مدیران و به اصطلاح کارفرمایان این دو تا پروژه هم مجبور شدن که قول مساعد به این کارگرا بدن و فعلا این اعتراضات اینا ادامه داره. رفیق خسرو، بخشید همون بخش از کارگرایی هستن که در هفت‌تپه مشغول کارن و فکر کنم در دو سه سال اخیر مداومه در این فصل کاری نوع اعتراضات رو داشتن، درسته؟ آیا سالهای قبل هم به نتایجی دست یافتن در اعتراضاتشون؟ بله، اساساً متشون این کارگرا تقریبا به دو گروه تقسیم میشن. یکی کارگران فصلی هستن که قرارداد دارن، اینا عموما وضعشون یه مقدار بهتره، اونا اینا حدودا ماهیانه
چیز حدود 1,000,000 تومان دستمزدشونه، ولی متاسفانه این کارگران روزمزد و فصلی و کارگران فصلی که عموما هم اهل و ساکن شهرستان‌های دیگه هستن و در این مستمع کار میکنن، از حقوق و مزایای بسیار اندکی بهره مند هستن. مثلا به عنوان نمونه این کارگران روزانه با چیز حدود 10,000 الی 12,000 تومان کار میکنن که اگه وسیله عیاب و ذهاب و دوری از خانواده و ارتباط با خانواده‌هاشون رو ازش کم کنی، از همین مبلغ ناچیزی که میگیرن کم کنی، واقعا دیگه چیزی واسهشون باقی نمیمونه در شرایط و حتی اونایی که ماهیانه چیزی حدود 1,000,000 تومان دستمزد میگیرن، با توجه به اینکه این شغل فصلیه و در واقع هر 12 ماه فصل ادامه نداره، در نتیجه این 1,000,000 تومان هم حتی کفاف حداقل‌های زندگی رو نمیکنه واقعا، چون باید تقسیم بشه بین ماه‌های سال. در هر حال این یکی دیگه از اعتراضات برجسته و شکوهمند و در واقع با خواستای نوین جدید اعتراض کارگران پلی اکریل اصفهان بودش که 1500 کارگر پلی اکریل اصفهان اکنون سالهاست در قالب 6 تا شرکت تحت به اصطلاح زیر مجموعه یک شرکت عمومی به نام هلدینگ دارن کار میکنن. کارفرمای شرکت فریبکارانه و به اصطلاح بر اساس مصالح و منافع شخصی خودش قصد داره که این شرکت‌ها رو از هم جدا کنه و در واقع با جداسازی این شرکت‌ها از هم دیگه محیط کاری رو کوچیک‌تر کنه و از این طریق بیمه‌های کارگری رو بزنه و بعضی از مزایا و حقوقی رو که شامل کلیه این کارگران میشه بزنه و به اصطلاح دو هدف داره از این مسئله. یکی این که واقعا بخواد که مبارزات متشکل کارگران این 6 تا شرکت رو اصلا دیگه پراکنده کنه، این یکی از هدفاشه. یکی هم این که از طریق به اصطلاح کسر رو به تقسیم کردن این شرکت ها و کوچیک کردن واحد های تولیدی تعدادی از اینا رو از شمول بعضی از حقوق و مزایای ویژه قانون کار خارج کنه. خب این کارگرا اعتراضاتشون شروع کردن و روزای 18، 11، 12، 14 آبان ماه تجمعات اعتراضی تشکیل دادن که خواستاشون کماکان مسکوت ماند، ولی در دور دوم اعتراضات از 25 آبان ماه و روزهای 26 و 27 و 28 و تا 29 که ادامه داشت به تعدادی از خواستاشون رسیدن که عموما خواستای این کارگران پلی اکریل اصفهان شامل عدم تفکیک شرکت ها بود، استعفای برخی اعضای هیئت مدیره که بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد که به چه دلیل بود، حفظ و بررسی اسناد مربوط به عملکرد همین اعضای هیئت مدیره ها که عموما اختلاس و یه سری به اصطلاح بالا کشیدن حقوق کارگران بوده، تشکیل شورای اسلامی کار تو همین محل که اینو هم بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد که چرا شورای اسلامی کار، بازگشت به کار تمامی کارگرای اخراجی پلی اکریل اصفهان. حدودا اینا خواستای 10 گانه داشتن که مطرح کردند و عموما مبارزات و خواستای کارگری ته این مدت شامل بسیاری از مراکز کاری و مراکز تولید دیگه میشه که متاسفانه به علت ضیق وقت نمیشه به تمامی اینا اشاره کرد، ولی تجمع اعتراضی کارگران ایران خودرو با خواست افزایش دستمزد، بعد کارگران کارخانه سیمان لوشان، کارخانه کارگران پیمانی شهرداری تبس، قطار شهری اهواز، کارخانه روغن نباتی پارسقو و شرکت آسفالت توس معدن چادرملوی در اردکان یزد، استان یزد. عموما در پاسخ به سوال شما باید اینو عرض کنم که خواسته و مطالباتی که اینا مطرح کردن علارغم این که تو بعضی از مواقع شامل دریافت حقوق معوقه هم میشد، ولی تو بعضی از مواقع هم به نظر من گامهایی به جلو برداشته شده و خواستهای بیشتری رو از کارفرمایان طلب کردن و یکی از مختصات این دوره مبارزات کارگری همین مسئله هستش که به نظر من طبقه کارگر و جنبش کارگری داره از محدوده سابق بیرون میره و خواستای منطقی تر و عمومی تری داره مطرح میکنه. بله. رفیق خسرو، در حالی که خود دولت روحانی، اصلاح طلبان حکومتی، بخشایی از نیروهای اپوزیسیون بورژوایی همه عملا دست به دست هم دادن و کارگران و مردم رو به صبر وامی دارن به خاطر اینکه میدونیم اون انتظاراتی که مردم از دولت کنونی دارن برآورده نخواهد شد، شعارهای انتخاباتیشون تا الان هم بخش عمده‌ایش
عملی نشده، خصوصا در خصوص مسئله کارآفرینی، تغییر در وضعیت اقتصادی جامعه. چه فاکتورهایی به طور عمومی باعث شده که مبارزات کارگری در این چند ماه گسترش پیدا کنه، با وجود اینکه گفتیم که موج بگیر و ببند و سرکوب هم متعاقبا افزایش پیدا کرده؟ شما تو خود سوالتون پاسخ به سلام مواردی از این رو دادین. واقعا دقت کنید رفیق شاهین، واقعیت اینه که اون اعتمادی که رژیم فریبکاران طی سالیان سال واسه خودش تأمین کرده بود در بین اقشار مختلف مردم، حالا با فریبکاری، با نیرنگ، با حقه و با یه سری واگذار کردن یه سری امکانات و امتیازاتی که به اصطلاح در یه دورانی تو دستش بود و هنوز تو این طرح‌های بسیار مافیایی و پرهزینه نیفتاده بودن، به نوعی اعتمادسازی انجام گرفته بود. طبقه کارگر و مردم ایران دیگه نسبت به اعتمادشون فرو ریخته، واقعا نسبت به شعارها، نسبت به حرکات، نسبت به برنامه‌های جناح‌ها و دولت‌های مختلفی که تو جمهوری اسلامی سر کار میان اعتمادشون فرو ریخته. در نتیجه یکی از عواملی که طبقه کارگر دیگه نمیخواد دست رو دست بذاره و مبارزات خودش رو به شکل وسیع‌تری انجام بده، بی‌اعتمادی نسبت به تمامی تعهدات، قول و قرارها و وعده و وعیدهایی هستش که سران ریز و درشت حکومتی میدن. این یکی از فاکتورها هستش. خانش به اصطلاح دقیق طبقه کارگر و مردم زحمتکش ایران در دوران‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به وعده و وعیدهایی که اینا دادند، اینو به اصطلاح اثبات کرده. هر وقتی که اینا نسبت به بهبود شرایط اقتصادی حرفی زدن، دقیقاً برعکسش عمل کردن. هر وقت نسبت به مثلا به عنوان مثال افت نرخ دلار و برابری به اصطلاح دلار و ریال حرفی زدن، قطعاً دلار بالا رفته. یعنی این نشونگر اینه که اقتصاد ایران دیگه به مرحله افتاده، درون به یه فازی رفته که توانایی و قدرت پاسخگویی به ادعاهای بهبود شرایط رهبران مملکت رو به اصطلاح نمیده. یعنی اقتصاد ایران در شرایطی هستش که نه تواناییشو داره، نه رانتخاری ها و هزینه کردن به اصطلاح درآمدها و منابع مملکت در جاهای غیر ضروری، در جاهای دیگه که به زندگی و معیشت طبقه کارگر و مردم ایران مربوط نمیشه، دیگه اجازه رو بهشون نمیده. در نتیجه طبقه کارگر متوجه این شگردم شده. رو شدن دست رژیم در معاملات پنهانی و به اصطلاح مصالحات و مذاکراتی که با غرب انجام میده، مردم به این قناعت رسونده که اینا سالیان سال و ده ها میلیارد دلار از ارز و بودجه این مملکت رو واقعا به هدر دادن. یعنی علارغم این که برخلاف میل رهبران رژیم استش که حالا به همین راحتی بیان شعارهای سی و چند ساله خودشون رو زیر پا بذارن و در واقع در یه پارادوکسی، در یه تناقضی بین خودشون گیر کردن که نمیتونن خودشون پاسخگو باشن. شعارهایی که سالیان سال میدادن و پافشاری میکردن روش و میلیاردها دلار هزینه کردن واسه این شعارها، حالا دیگه تقریبا این حبابات ترکیدن، تقریبا رو شده دست رژیم، پیش مردم رو شده. مردم دیگه اعتمادی به هزینه های بسیار سنگینی که و مقامات رژیم و دستاندرکاران رژیم در پروژه های مختلف به اصطلاح توسعه طلبانه، تروریستی، صدور به اصطلاح انقلاب اسلامیشون کردن، متوجه شدن که اینا همشون به اصطلاح بیهوده بوده، به هدر رفته و در واقع همه خالی کردن سفره خالی در واقع مردم بوده که به اینا رو به این روز انداخته که به راحتی بتونن میلیاردها دلار مثلا تو بخش انرژی هسته‌ای یا تو مثلا سلاح‌های هسته‌ای هزینه کنن. در نتیجه یه عامل دیگه هم، یه فاکتور دیگه هم که میتونه مؤثر باشه در این مورد اینه که طبقه کارگر واقعا به این نتیجه رسیده. مردم ایران عملا دارن کم کم به این نتیجه میرسن که دست رو دست گذاشتن و به امید نجات و رهایی توسط دستی از غیب واقعا بیهوده است دیگه.
دیگه این جوابگو نیستش که سالیان سال شما بیای منتظر دستی از بالا باشی یا این دست حالا مثلا دخالت امپریالیستا و قدرت خارجی باشه و یا یه به اصطلاح حزبی، یه جریانی، یه جنبش فریبکارانی مثل سبز ها بیاد مثلا مردم نجات بده. در اینجا طبقه کارگر و عموما مردم ایران واقعا کم کم دیگه به این قناعت و به این خود باوری رسیدن که تنها و تنها با نیروی خودشون با اقدامات و مبارزات سراسری خودشون هستش که میتونن این وضعیت رو تغییر بدن. بله. رفیق خسرو، شما در پاسخ به دو پرسش قبلی من مفصلا زمینه‌های عینی رشد اعتراضات رو توضیح دادین، خصوصا شرایط وخامتباری که زندگی کل طبقه کارگر در ایران رو به حال مورد هدف قرار داده. فکر می‌کنید علاوه بر فاکتورها و زمینه‌های اقتصادی عینی که در جامعه هست، فاکتورهای سیاسی در گسترش این اعتراضات چی؟ هرچند شما به بخشایش اشاره کردین، مثلا برای نمونه مسئله عقب نشینی رژیم در مقابل دولت‌های غربی خصوصا در ژنو. بله. عرض به خدمت شما رفیق شاهین، از عوامل به اصطلاح سیاسی که میشه در این مورد بهش اشاره کرد، انزوای بسیار شدید رژیم در به اصطلاح در میان کشورهای مختلف منطقه و کشورهای دنیا هستش که دیگه رمق مقاومتی واسه رژیم باقی نذاشته. واقعا شما دقت کنین، اگه مثلا سالهای پیش یه جنبش ارتجاعی مثل حماس تحت تاثیر اراذیف و شعارهایی که اینا در زمینه صدور انقلاب اسلامی صادر می‌کردن زیر بال و پر اینا می اومد و عملاً به عنوان یکی از ابزارهای ترور و تبلیغ مذهبی اینا تو خارج کشور مطرح بودش، دیگه کم کم متوجه شد که نه، این رژیم با توجه به اصطلاح از دست دادن بنیه اقتصادیش، با توجه به اصطلاح عدم مقبولیت سیاستاش تو عرصه بین المللی و دیپلماسی شکست خوردهش دیگه قابل اتکا نیست. حالا رو کرده مثلا به کشوری مثل عربستان. پس عوامل سیاسی این مسئله که انزوای بسیار شدید رژیم در به اصطلاح مجامع بین المللی و بین کشورهای منطقه و کشورهای جهان هستش. خامنه ای به عنوان لیدر و دبیر به رهبر رژیم واقعا هژمونی اعمال قدرتش رو دیگه از تقریبا داره از دست میده، از دست داده در واقع. یعنی اگه تا حالا ولایت فقیه به عنوان یکی از ارکان و اصلی ترین رکن حاکمیت جمهوری اسلامی در تمامی قضایا حرف آخر رو میزد، حالا دیگه جریانی مثل سپاه پاسداران احساس میکنه که اگه دخالتگر نباشه، خودش رسما دخالتگر نباشه، حتی خامنه ای رو هم دور نزنه، احتمالاً که نه 100% مملکت به سوی مسیر دیگه پیش خواهد رفت. همچنان که ما دو سه روز اخیر شاهد بودیم که معاون سپاه پاسداران رسما و علنا به دولت روحانی هشدار داد که باید مواظب حرکات خودش باشه. یعنی اصلا تو عرف مملکت داری، تو عرف رابطه دیپلماتیک و تو عرف جهانی اصلا این مرسوم نیستش که مثلا یه نیروی نظامی با همین شفافیت و در عرصه بین المللی، در عرصه به رسانه‌ای رئیس جمهور و رئیس دولت رو خطاب قرار بده و به اصطلاح بخواد در جهت مهار و کنترل اون عمل کنه. این نشانه اینه که سپاه پاسداران، مافیای سپاه پاسداران نسبت به قدرت و هژمونی خامنه‌ای حالا مردد، واقعا احساس میکنه که این قدرت تو نداره، این قدرت واسش باقی نمونده که بخواد جناح‌های مختلف در اون حکومتی رو دور یک کاسه جمع کنه و اینا رو اداره کنه و در صلح و صفا و آرامش با هم دیگه زندگی کنه. اینم یکی. ببخشید، باید متذکرم شد که ما از چند وقت قبل، یعنی سالهای قبل هم نسبت به وضعیت سیاسی که در جامعه بوده گفتیم که سپاه پاسداران صحنه گردان اصلی اوضاع سیاسی در ایران است و حتی خامنه‌ای خودش خیلی وقتا به عنوان بلندگویی که سیاست‌های سپاه رو تبلیغ می‌کنه در انظار عمومی و حتی در رأس حکومتی اقدام به خیلی مسائل کرده. بله، کاملا درسته. منتها واقعیت اینه که بالاخره حالا واسه خاطر حفظ ظاهر هم بوده باشه، اینا مجبورن واسه به اصطلاح گذر از بحران‌های مقطعی، گذر از بحران‌های سختی که گاهن گریبانشون میگیره، یه سمبولی، یه
ستونی به اصطلاح محوری رو داشته باشن که حرف آخر رو بزنه، که تا حالا این نقش رو خامنه ای ایفا میکرد، وگرنه قطعا شو حرف شما کاملا درسته، خود خامنه ای توسط مافیای سپاه پاسداران اداره میشه و کلیه تصمیمات و موضع‌گیری ها و موازه‌ای که اعلام میکنه تا حد زیادی سرچشمه گرفته از منافع اقتصادی همین مافیای اقتصادی سپاه هستش. به یکی از عوامل این مسئله میتونه اختلافات بسیار شدید به اصطلاح مقامات حکومتی با هم دیگه باشه. اگه تا حالا مثلا به اصطلاح دغلکاری مثل احمدی نژاد با استفاده از فضای به وجود اومده توسط حکومت‌های رفسنجانی و روحانی چی خاتمی یه جست عدالت خواهانه عدالت محور به خودش گرفته بود، ولی حالا کم کم که دیگه پتشون رو آب افتاده، کسی مثل مرتضوی دیگه داره تمامی مقامات ریز رشد حکومتی رو به اصطلاح آماج قرار میده و نسبت به سیاهکاری ها و نسبت به رشوه خواری ها و اختلاس و رشوه هایی که به اینا داده داره پرده از به اصطلاح گندکاری هاشون رو بالا میزنه و اینا نشانه اینه که واقعا رژیم تو موقعیتی افتاده که به اصطلاح دیگه نمیتونن مشکلات اساسی رو که گریبانشون رو گرفته، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی، فکری، نظری و عقیدتی، از هم دیگه مخفی کنن، از مردم مخفی کنن و اینا در سطح جهان دیگه انتشار علنی پیدا کرده و از عوامل سیاسی رشد جنبش‌های اجتماعی و به ویژه جنبش طبقه کارگر اینا میتونن مؤثر باشن در این به اصطلاح عرصه. رفیق خسرو، شما در پاسخ به سوال دوم اشاره به مواردی کردین که گفتیم بعد راجبش صحبت میکنم قبل از اینکه من بخوام راجب وظایف بردوش فعالین پیشرو جنبش کارگری صحبت کنم. مثلا برای نمونه شما از خواستای کارگران شکل هفت تپه گفتین که یکیش برای نمونه لغو شورای اسلامی کار هست، یعنی منحل کردن این سازمان رژیم. و در مسئله کارگران پلی‌اکریل گفتین با وجود اینکه اعلام کردین که این خواستای رادیکال و مناسبی داشتن، گفتین که برای این نمونه خواستار تشکیل شورای اسلامی کار هستن. این تناقض چیه؟ من بخاطر اینکه شما گفتین که در ادامه راجبش صحبت خواهیم کرد، فقط محض یادآوری بود، لطف کنین اینو توضیح بدین که شبهه‌ای به وجود نیاد. از خدمت شما، شورای اسلامی کار به عنوان یکی از اهرم‌های رژیم جهت کنترل جنبش کارگری و به اصطلاح ایجاد نوعی به اصطلاح خوشباوری نسبت به نمایندگان دروغین طبقه کارگر در بین طبقه کارگر ایجاد شدن، یعنی در واقع رسالت این شوراها تحمیق، فریبکاری و به طور کلی دخالت منفی و در واقع کمک به پروسه استثمار بیشتر طبقه کارگر هستش. عموما این شوراها چه نقششون در شورای عالی کار زمانی که حداقل دستمزد تعیین میشه و چه نقششون تو جاسوسی و اداره محیطهای کاری به لحاظ فکری و سیاسی، چه نقششون در تدوین قوانین ضد کارگری دیگه بر کسی پوشیده نیستش. منتها از پارادوکسایی که عرض کردم خدمتتون، تناقضاتی که تو خود مقامات رژیم هم به وجود اومده، یکی مثلا من میتونه همین مسئله باشه. چطور این شورای پلی اکریل، شورای کار این کارخانه حدود یه سال و نیمه که به اصطلاح چیز شده، منحل شده به گفته رئیس شوراهای اسلامی کار استان. چرا منحل شده؟ به خاطر اینکه دو سه تن از این اعضای این شورا بالاخره یه جاهایی در دفاع از حقوق کارگران یه چیزایی گفتن، از خط و خطوط اصلی شورا اینا منحرف شدن. به محض اینکه اینا یه جاهایی به لحاظ سلایق شخصی خودشون در دفاع از حقوق خودشون و همطبقی هاشون یه چیزایی گفتن، یه مطالباتی رو مطرح کردن، بلافاصله شورا رو منحل کردن. خواستم اینو بگم که رژیم واقعا تشکلاتی مثل سبسا، مثل این شوراهای اسلامی کار، مثل انواع اقسام هیئت‌های حل اختلاف، تشکلاتی که دیگه ای که شریعت و قانونیت میده بهشون، مادامی که اینا در جهت دفاع از
حقوق و منافع کارفرما و رژیم عمل کنن ابزار خودش هستن، وگرنه به محض اینکه احیانا یکی از اینا راهش رو گم کنه یا بالاخره تحت تاثیر مبارزات کارگری مجبور بشه یه سری خواسته و مطالبات کارگری رو بیان کنه، بلافاصله میزننش. خواستم اینو خدمتتون عرض کنم. بله رفیق خسرو، اگه بیایم بخوایم یه وظیفه مهم و اساسی بر دوش فعالین جنبش کارگری، خصوصا فعالین سوسیالیست جنبش کارگری در این دوره داشته باشیم، میتونیم به چه مواردی اشاره کنیم؟ این یکی از مواردی که خواستم اگه لطف کنید در خصوصش توضیح بدین. و در حالی که جنبش کارگری ایران فاقد تشکل‌های توده‌ای و طبقاتی مستقل از دولت هستش، همون مسئله‌ای که شما چند بار بهش اشاره کردین، چگونه میتوان این مبارزات رو به هم مرتبط کرد؟ مثلا اگر در جایی مثل نیشکر هفت تپه شورای اسلامی کار به عنوان یک ارگان و یک نهاد بی‌خاصیت مورد تنفر قرار میگیره و خواستار انحلالش هستن، ولی در جای دیگه خواستار این هستن که این شورا اقدام به کار بکنه، این تناقضات و این ارتباطات رو چجوری می‌دونیم در راستای رفع این تناقضات به وجود بیاریم؟ رفیق شاهین، من اینجا لازمه یه نکته رو خدمت شما عرض کنم، اونم اینه که حالا رژیم بنا به ملاحظاتی که در واقع تحمیلی هستن بهش، ملاحظات تحمیلی هستن، مجبور شده زمین بازی رو عوض کنه. این رژیمی که الان عرض کردم خدمتتون، مجبور میشه شعار مرگ بر آمریکا رو حذف کنه، مجبور میشه با برته مذاکرات مخفی و آشکاری روابطی رو با به اصطلاح خودشون شیطان بزرگ برقرار کنه. رژیمی که مجبور میشه غنیسازی 20% اورانیوم رو تعلیق کنه، نیروگاه‌هاشو ببنده، حالا قطعا هنوز به این مرحله نرسیدن، ولی مقاومت خواهد کرد در مقابل بخشش. بله داره این مسیر و پروسه رو دارن طی می‌کنه. آگاهانه خودش میخواد وانمود کنه که زمین بازی رو تغییر داده. میخواد وانمود کنه که قدرت و توانایی اینو داره که معضلاتشو حل کنه. منتها همین عزمش و همین تغییر دادن زمین بازی یک طرفه نیستش واقعا. این تغییر دادن زمین بازی امکانات، شرایط و ابزار و ملزوماتی رو واسه طرف مقابلش هم که جنبش‌های اجتماعی هستن فراهم می‌کنه آخه. یعنی اگر رژیم فکر کنه که مثلا به همین راحتی با تغییر سیاست‌های استراتژیک خودش و با هدر دادن میلیاردها دلار هزینه و بودجه این مملکت می‌تونه به همین راحتی ادامه بده، به این شکل نیستش که. تو همین حالاش هم که به اصطلاح اینا تو اول تو اوایل مذاکرات هسته‌ای هستن و هنوز به نتیجه نرسیدن و هنوز تحریم‌ها لغو نشده و تقریبا گشایش آنچنانی مثلا به وجود نیومده، همین حالاشون دیگه مردم به این فکر افتادن که اگه قرار این بود این همه هزینه واسه چی؟ 100 میلیارد الی 200 میلیارد دلار طی سالیان اخیر واسه برنامه اتمی و پروژه اتمی و صدور انقلاب اسلامی و گروه‌های تروریستی واسه چی؟ اگه نهایت و نتیجه کار این بود، خب از اول نمی کردن. در نتیجه منظورم اینه که این یکی از شرایط و یکی از مثلا فاکتورهایی که فعالین کارگری، تشکلات کارگری و کلیه فعالین و رهبران جنبش‌های اجتماعی به نظر من باید مشکافانه این مسئله این قضیه رو درک کنم واقعا. یعنی خود تغییر این شرایط یه سری پوانها و انرژی مثبتی رو به نفع جنبش‌های اجتماعی هم آزاد کرده در واقع. البته با توجه به اینکه اون جمله‌ای که شما گفتین مسئله صدور انقلاب و تسلط هیچ ربطی به منافع کلی طبقه کارگر در جامعه ایران نبوده، نداشته، و این یه پروسه بودی که خود رژیم برای اهداف فرامنطقه‌ای و گسترش افکار خودش در تعقیبش بوده. یعنی این باید کاملا مشخص باشه که اگر مردم توده کارگر، طبقه کارگر معترض هستن، از روز اول هم این در خاصیت مشخصی برای اوضاع اقتصادی و حیات طبقه کارگر نبوده. قطعا نبوده. آخه یه در حالت کلیتر و عمومیترش، کلیه حرکات و برنامه‌ریزی هایی که نظام سرمایه‌داری داره انجام میده واقعا در جهت ادامه پروسه استثمار دیگه. بله. حالا مثلا زمین این که
مردم جامعه، ضمن اینکه جنبش های اجتماعی، حرکاتشون، تاکتیکاشون، مبارزاتشون و به طور کلی مبارزه حتی احزاب و کمونیست های مبارزات جدایی ناپذیر از همدیگه هستند. کلیه اتفاقات و جریانات و مبارزات درون جامعه به همدیگه مرتبط هستند. جریان سرمایه هم به اصطلاح سیانت سرمایه هم و دفاع از ارزش افزوده و سود بیشتر و بازآوری و بهره‌دهی بیشتر سرمایه نیازمند این هستش که در تمامی عرصه ها، حالا چه تو سیاست داخلی چه تو سیاست خارجی، یه هماهنگی به وجود بیاد. یعنی منظورم اینه که اگه مثلا رژیم تو خارج کشور مشغول صدور انقلاب اسلامی هستش، این هم اتفاقا یکی از ابزارهایی هستش که میخواد در جهت تسرجی بیشتر سرمایه، در جهت ارزش افزوده بیشتر، در جهت ادامه طول عمر رژیم خودشون دارن این کار انجام میدن. یعنی میخوام بگم در خدمت همین استراتژی و هدفشون هستش. پس در واقع اینا با به نظر من فعالین کارگری این موقعیت و این فضای جدید رو واقعا باید درک کنن، همچنان که عده‌ای از تشکلات کارگری ته بیانیه‌هایی ته تحلیل‌هایی که انتشار علنی هم پیدا کرده دادن، خب به مواردی از این به اصطلاح قضایا اشاره کردن. منتها ما مادامی که نتونیم تحلیل مشخص از اوضاع مشخص داشته باشیم، مادامی که نتونیم از فرصت‌ها استفاده بهینه و مطلوب انجام بدیم، دیگه اگه قرار باشه دست رو دست بذاریم قضایا بخوابه، خب معلومه دیگه رژیم خودش رو بازسازی میکنه و کماکان پروسه سرکوب، پروسه تحمیق، پروسه استثمار ادامه پیدا خواهد کرد. پس علارغم وجود تشکلات مقتدر سراسری کارگری، ولی عرصه‌های مختلف اجتماعی من جمله مبارزه با اعدام، لغو احکام اعدام، آیا خوشبختانه حالا عده‌ای از کنشگران سیاسی اجتماعی در این جامعه یه سری کارزارهایی ترتیب دادن، علارغم لنگی که تو این کارزارها هستش، علارغم نکات ضعفی که تو این کارزارها هستش، و در واقع اینا تا در اوائل کار به طور ریشه‌ای نسبت به قضیه به اصطلاح دیدگاهشون نسبت به این قضیه ریشه‌ای نیستش. در واقع مثلا همین جنبه کارزار لگام و یا لغو گام به گام مجازات اعدام یه کارزاریه که ادعا داره که مجازات اعدام با توجه به ریشه های مذهبی، ریشه های سنتی فلان بهمان نمیشه یه بار و به طور کلی برسیده بشه، در حالی که این غلطه. مجازات اعدام یعنی گرفتن جون هر کسی فیل فور و فیل سای باید متوقف بشه. واقعا این دیگه توجیه به اصطلاح سنتی و توجیه شرعی و اینا نمیخواد. واقعا علارغم ارزشمند بودن اقدام این کنشگران در ایجاد این کارزار لگام و یا لغو گام به گام مجازات اعدام، ارزشمند قابل ستایشه، ولی مثلا یکی این مورد هستش، یکی میتونه مورد کارزاری باشه در جهت تأمین امنیت کار نیروی کارگران. آیا واقعا اگه طبقه کارگر، فعالین کارگری، تشکلات کارگری عزمشون رو جزم کنن، مثلا اگه تشکلات سراسری و قدرتمند کارگری ندارن، آیا واقعا کارزاری نمیشه به وجود آورد که ده‌ها و بلکه هزاران خانواده‌ای که نوناورشون رو بر اثر حوادث محیط کار از دست دادن دور اونا حلقه بزنن، به مبارزات اونا بپیوندن و از این طریق یه جنبش نیرومند، یه موج نیرومند تو جامعه به اصطلاح به وجود بیارن؟ یعنی حول خواست‌ها و مطالبات مشترکی که دارن میتونن اقدام مشترک انجام بدن. خواست‌ها میتونه مثلا مبارزه با مجازات اعدام باشه، مبارزه با ناامنی محیط کار باشه، مبارزه با شرایط بسیار اسفناک و قرون وسطایی کودکان کار باشه، کودکان بی سرپرست باشه، کودکان خیابانی باشه، مبارزه بی امان با مسئله اعتیاد. اصلا به نظر من طبقه کارگر با توجه به نقش و رسالتی که در انقلاب اجتماعی داره، نباید از کلیه این
به اصطلاح کمبودها و محرومیت‌های اجتماعی واقعا به اصطلاح خودشو بری کنه. باید اینا کلا مربوط به زندگی و مبارزات طبقه کارگر هستن واقعا. یعنی رهبری کلیه این اعتراضات میتونه در اختیار و توسط تشکلات کارگری و رهبران کارگری و خود طبقه کارگر باشه. میخوام بگم که خواستها و مطالبات مثلا اینچنینی خیلی زیادن. محیط زیست هستش، بعد همین بیکارسازی ها، اخراج سازی ها، اصلا تصادفات وحشتناک، ناامنی جاده ها، ناامنی محیط کار، تبعیض های جنسیتی. اصلا شما در جامعه ایران که نگاه کنین، همین حالاش هم در واقع جامعه ایران دقه، یعنی آینه تمام نمای کلیه بزهکاری های اجتماعی، هر گونه بزهکاری که شما تصورشو دارین تو جامعه ایران حالا موجوده دیگه. یعنی هر فعال اجتماعی تو هر عرصه‌ای که بخواد واقعا فعال باشه، بخواد واقعا دگرگونی، تغییر به وجود بیاره، ماتریالش موجوده تو جامعه واقعا. میخوام اینو بگم که واقعیت اینه که ما در مبارزات اخیر طبقه کارگر ایران درس‌های بسیار آموزنده‌ای گرفتیم. اونم اینه که مادام که فعالین کارگری، مادام که تشکلات کارگری، مادام که دغدغه داران و کنشگران مسائل اجتماعی این شرایط رو درک نکنن، واقعا دنبال این شرایط نرن، مادام که اینا رو تجزیه و تحلیل نکنن، موشکافی نکنن، مادام که از این فرصت ها استفاده نشه، از این فرصت ها استفاده نکنن، متاسفانه به عقبه و به ابزار کم تأثیر و یا بی تأثیری تبدیل خواهند شد که دیگه طبقه کارگر و مبارزه طبقه کارگر دیگه ساکت سر جای خودش نخواهد نشست تا رهبرانی پیدا بشن، تا تشکلاتی پیدا بشن که بخوان از حقوق اونا دفاع کنن و در این مبارزه سهیم بشن. در نتیجه این یه امر خیلی خطیر رو به فعالین کارگری و به تشکلات کارگری یادآور میشه که مادام که دغدغه اصلیشون رو به این مسیر جلب نکنن و رو به این مسیر نکنن و مادامی که مسائل حاشیه‌ای و جزئی، مسائلی که هیچ نونی رو به سفره خالی طبقه کارگر اضافه نخواهد کرد، دغدغه‌شون باشه، مادامی که اتحاد عملهای وسیع و همه جانبه در سطوح مختلف بین تشکلات کارگری و با خواسته و مطالبات مشترک بالاخره به وجود نیاد، و معلومه که این مبارزات کماکان پراکنده خواهد بود. منتها یه واقعیتی که اینجا واقعا میشه بهش اشاره کرد اینه که من مدعی نیستم که این کار راحتیه. بالاخره شرایط خفقان، شرایط داخل کشور و وضعیتی رو که نظام سرمایه‌داری جهت باز تولید بیشتر سود و سرمایه و ارزش اضافی ازش استفاده میکنه، این مجال رو به راحتی در اختیار کنشگران اجتماعی، فعالین کارگری و رهبران کارگری قرار نمیده. منتها حداقل یه سری خواستا و مطالبات میتونن جنبه محوریت داشته باشن که مورد قبول تمام جریانات و اتحادیه ها، سندیکا ها و کمیته های کارگری هستش. این میشه دیگه حول اینا بر اساس محوریت اینا این مبارزات رو سازمان داد و از شکاف های موجود در اون حاکمیتی، شکاف هایی که در ماشین سرکوب به وجود میاد و به طور کلی رونق و گسترشی که بر اثر مبارزات کارگری به وجود میاد، فضا شکسته میشه، باید از اینا استفاده بشه و این مبارزات عمومیتر و گسترده‌تر بشه. رفیق خسرو، اشاره به این کردیم که رژیم اسلامی در مقابل وضعیتی که هست گام‌های مختلفی رو عقب نشینی کرده در مقابل دولت‌های غربی و طبیعتاً نباید فراموش کنیم که از نگرانی و ترسی که از تعمیق مبارزات توده‌ای بوده که رژیم میاد عملاً تن به این سازش و تن به این عقب نشینی میده. چون اگه رژیم میدونست در داخل هیچ فضایی بر علیهش موجود نیست، کماکان میتونست به همون شرایطی که تا کنون با دولت‌های غربی داشته ادامه بده، چون سیاست خارجیش رو هم به نحوی از نحو پیش می‌برد. خب این از یک سو فشار داخلی که باعث این شد بخشی از این سازشایی که رژیم داره انجام میده نقشش مشخصه. شما اشاره به بخشی از مسائل مرتبط به مطالبات توده‌ای کردین که در جای خودش قابل بررسی است و فعالین کارگری باید در
به عنوان رهبران، به عنوان کسانی که در آینده باید کل این جامعه رو اداره بکنن، از حالا نسبت به این مسائل واکنش نشون بدن، درک بکنن و سیاست عملی داشته باشن. آیا به نظر شما اینا، این جایگاه این روندها در ایجاد تشکل‌های توده‌ای وظایف مشخصی رو بر دوش فعالین کاریری قرار میدن که بتونن در رأس اینها قرار بگیرن و اینا رو در خطوط مشخصی رهبری بکنن؟ بله، به نظر من میتونه که این به اصطلاح کمبودهای اجتماعی، این همه فشار و زندگی فلاکتباری که نظام سرمایه‌داری بر مردم ایران بر طبقه کارگر تحمیل کرده، به عنوان در واقع ماتریالی که تشکلات کارگری، فعالین کارگری حول اینا به یه سری همکاری‌های مشترک و اتحاد عمل‌های مشترک دستیابن، تبدیل بشه. واقعیت اینه که به نظر من تو مبارزه طبقاتی در حال حاضر در ایران حداقل 50% به اصطلاح شرایط آماده است. چجوری آماده است؟ وقتی که ما میبینیم مثلا 2000 کارگر میان میدان، عزمشون جزم میکنن، اعتصاب میکنن، با خواستای رادیکال خواستاشون رو مطرح میکنن، کارگرانی که در پلی اکریل اصفهان 4 نفرشون دستگیر شد چجوری آزاد شدن؟ بر اساس پافشاری هم طبقه ای هاشون. اینا گفتم مادام که این آزاد نشن ما دست بردار نیستیم. استقبالی که از آزادی این 4 نفر شد چشمگیر بود واقعا. خب این ماتریال مبارزه طبقاتی همینه دیگه. وقتی که طبقه کارگر حی و حاضر تو میدانه، ما هر روزه شاهد اعتراضات گسترده و پراکنده، حالا کوچیک و بزرگ کارگری تو صد کشور هستیم دیگه. یعنی به نظر من کار تشکلات کارگری، فعالین کارگری، رهبران کارگری تا حدود زیادی با این عزم جدی طبقه کارگر، با مشارکتش و در صحنه بودنش تا راحت واقعا آسان‌تر شده از قبل تقریبا. یکی دیگه از به اصطلاح ماتریال های این مبارزه طبقاتی به اذعان خود مقامات رژیم، آخه کسی مثل ربیعی وزیر کار خیلی راحت و عوام فریبانه و عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، پررویانه میاد تو مثلا یه رسانه عمومی مثل تلویزیون اعلام میکنه که حالا دیگه وضعیت شغل و در به اصطلاح کار تو ایران به شکلی شده، به شکلی در اومده که کسایی که سواد دارن میان کم اظهاری میکنن. کم اظهاری یعنی مثلا ما قبلا داشتیم تو مثلا ادارجات مالیات دارایی، کسایی که می‌خواستن از زیر بار مالیات فرار کنن مثلا کم اظهاری می‌کردن که نداریم و فلان و بهمان، ولی حالا مثلا یارو مثلا میگه لیسانس، فوق لیسانس، واسه خاطر اینکه کارفرماها نمی‌خوان اینا رو استخدام کنن، آگاه‌ترن، می‌خوان زمینه اعتراض نباشه، نمی‌خوان به اصطلاح کارگرانی رو با ادعاهای بالاتر، با سواد بالاتر استخدام کنن و کارهای فنی هم بهشون نمیدن. خب یه لیسانس، یه فوق لیسانس، یه کسی که تحصیلات عالیه داره مجبوره بره بگه من دیپلمم اصلا، مدرک اصلی خودش رو نکنه. یعنی وضعیت کار و کاریابی و اشتغال در ایران در این وضعیت افتضاح باره. آخه این خودش میتونه یکی از زمینه‌های تشکل باشه دیگه، زمینه‌های اعتراض باشه، زمینه‌های مبارزه باشه دیگه. در نتیجه این مبارزاتی که طی دور اخیر طبقه کارگر انجام داده، بله به نظر من همچنان که شما هم به دقت اشاره کردین، میتونه یکی از عوامل سازمانیابی و توجه بیشتر تشکلات کارگری و فعالین کارگری و رهبران کارگری به این عرصه از کار باشه و اتفاقا ابزار خیلی خیلی کارا و موثری هم هستش در جهت پیشبرد مبارزات. رفیق خسرو، من سوال خاصی ندارم که خدمتتون عرض کنم، البته در این برنامه چون حتما موارد متعددی هست که میشه با شما راجبش صحبت کرد، سقف برنامه‌مون همینقدر متأسفانه اجازه داد برای این برنامه. اگر شما در پایان مطلب خاصی هست که خدمت ما بینندگانمون عرض کنین در خدمت هست. من فقط این مورد یادم رفت خدمتتون عرض کنم، اونم این بود که یکی از دستاوردهای کاری مبارزات کارگران پلی اکریل اصفهان در واقع شکل مدنی و بسیار آگاهانه و داهیانه این مبارزات بود. به عنوان نمونه، معمولا کارفرما با توسط به نیروهای سرکوبگر و امنیتی هر جایی که یه اعتراض کارگری روی بده، بلافاصله کارگران رو به اغتشاش، به ضد انقلاب، به انواع اقسام مارکای اتهامات دیگه متهم میکنه. بله.
که مشخصا در این اعتراضات و مبارزات کارگران پلی اکریلی که از کارگران اعلام کرد که ما طی این مبارزات حتی یه دونه استکان و یه دونه شیشه در این مبارزات شکسته نشد، چون ما این خوی توطئه‌گرانه و ترفندآمیز کارفرما و نظام حاکم به اصطلاح نظام حامی کارفرما رو درک کردیم. در نتیجه احساس میکنیم که طبقه کارگر و مبارزات کارگری در اوج آرامش و در فضایی کاملا دموکراتیک و با مطرح کردن اصولی خواستا و مطالبات به صورت شفاف پیش میره. در نتیجه اینم میتونه یکی از درسهای مبارزات اخیر کارگران پلی اکریل باشه. من دیگه عرض خاصی ندارم، خیلی از شما ممنونم، زحمت کشیدین، متشکرم از شما و همچنین بینندگان عزیز. متشکرم از حضورتون در برنامه این هفته. عزیزان، به پایان برنامه این هفته حزب و فعالین رسیدیم. گفتگویی بود با رفیق خسرو بکانی در خصوص آخرین تحولات جنبش کارگری در ایران و امکانها و فرصتهایی که برای تعمیق و گسترش مبارزات توده‌ای و ایجاد تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر در ایران در شرایط کنونی موجود است. امید است که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر، موفق و سربلند باشید. بدرود.